قیام کردم به سرنوشت خاورمیانه، باز در متون قدیمی، باز رفتم به سراغ محمود قزوینی از جغرافیادانهای بزرگ ما از حدود 700 سال پیش، رسیدم به شامات، همین جایی که امروز جنگ و جدل در خاورمیانه چیزی دیگه ازش به جا نمونده. تازه شهرهانم که از داعش و بقیه گروه ها پس بگیرن، خرابه پهناور بیش نیست، یعنی بهتر برن شهرهای جدید رو در نقاط دیگری به پا بکنن، چیزی نمونده بر جا. وصفی که از شامات داده بود اصلا حیرت انگیز، وصفی که یعنی من به عنوان یک علاقه من به صنعت گردشگری خیلی علاقه داشتم به شامات در اون زمان سفر بکنم، اونجا رو از نزدیک بگیرم. یه جا میگه که اگر نیکویی رو به 10 حصه یا 10 سهم مقسوم کرده باشن، تقسیم کرده باشن، 9 تاش نصیب شامات شده، 1 تاش نصیب بقیه بلاد و عباد. خب و میگه اگر بدی رو باز مقسوم کرده باشن به 10 سهم یا به 10 حصه، 1 تاش نصیب شامات میشه، 9 تاش بقیه نصیب بقیه بلاد و عباد، که لابد ایران هم جزش بوده دیگه. این وصفی که قزوینی به دست داده به نقل از ابن لیلا و همینجور امرآس و بقیه که اون زمان در اونجا بودند و از وصف شامات بعد میرسه به دست جغرافیادانهایی که اونجا سفر کرده و دیدن واقعا هم درست میگه. یا وصفی که از شهرهای ایران میشه، شهرهایی که امروز شهرهای مخروبه به حساب، آدم حیرت میکنه که ما به دوران توخش برگشتیم، ما دوران قارنشینی برگشتیم، ما داریم به دوران ما قبل تاریخ برمیگردیم. مدت هاست داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محسن سازگاره عزیز، عزیز سمیانه سپاس گذارم، سعی میکنه در کمال صداقت به پرسش های گاه سخت ما جواب بده، خودش خیلی یاری میده به شناخت بهتر تاریخ معاصر. بزرگترین دردسر و گرفتاری روشنفکران ما سوء تفاهم در باره پاره نکات در تاریخ، آخرینش هم 28 مرداد دیگه، مگه این نسل بره موضوع دیگری مطرح بشه و محل اختلاف. اینی که ما باید حکم یک ماهواره رو پیدا بکنیم، ماهواره‌ای که از بالا داره تا تاریخ موجود رو با همه منظرهاش تماشا میکنه، منظرهایی که در دست هستن، چون اگه از دست هست دور شدن دیگه تبیین حوادث تاریخی به نظرم خیلی سخت و دشوار میشه و ما دوباره ناچاریم که یه ملت مقبون باشیم به خاطر اینکه اطلاعاتمون راجع به تاریخ خودمون چندان نیست. آقای محسن سازگارا درود بر شما، خوش آمدید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم پیشا پیشم عرض کنم اون دعوا و سوء تفاهم بعد از 28 مرداد که نسل 28 مرداد دیگه اگر فوت کنن از دنیا برن، مطمئن باشید سر پدیده انقلاب اسلامی و موافق و مخالف اون و حکومت شاه و سلطنت و حوادث اون روزگاران در خواهد گرفت. و واقعا چقدر خوبه که به دور از داوری های شتاب زده و حب و بغضدار دست کم نسل ما سعی کنه هر چی رو که از این پدیده که به هر حال پدیده بزرگی در مملکت ما بوده بریزه روی دایره موافق مخالف سلطنت جمهوری چپ راست ملی و اجازه بده نسل جدید با چشم باز اونها رو ببینه و خودش قضاوت کنه، ضمن اینکه مورخین آینده هم وقت میتونن تاریخ نگاری بکنن. کاملا با شما، خوشبختانه بسیاری از ملت‌های متمدن دنیا این کار رو کردن، دیگه تقریبا میشه که بر سر مسائل تاریخی اختلافی با هم ندارن، به حد کافی در این زمینه ها پژوهش شده، اندیشکده ها در این کار خیلی موثر بودن، فرهنگستان ها دارت المعارف ها بسیاری از مواردی از تاریخ در دارت المعارف ها بود در کشورهای غربی، اینا تجدید نظر شد، اطلاعات تازه اضافه شد، اصلا تصویر گذشته عوض شد. من اگر هم آقای میبودی اختلافی باشه از نوع اختلاف مورخین و اختلاف علمیه،
که خب در حوزه های آکادمیک و دانشگاهی و علمی فلان محقق مثلا میگه این اتفاق اینجوری افتاده، اون یکی اونجوری افتاده. موضوع نزاع‌های سیاسی دیگه نیست 30 سال 40 سال 50 سال بعد از یک حادثه. کاملا درست، سپرده میشه به آکادمی و دانشگاه و محقق و کتاب‌ها و غیره و تو گذشته نمیمونن معمولا و رو به آینده نگاه میکنن. آخرین موضوع مناقشه هم یعنی هم این مسئله است که بی بی سی و آمریکایی ها فاش کردن اسناد تازه بعد از گذشت 50 سال در مورد آقای خمینی، روابطش با مقامات آمریکا از جمله دولت کندی که باز محل مناقشه است. آقای خامنه ای در ایران این اسناد رو جعلی خواندن. به نظر آقای خامنه ای آمریکا رو درست نمی‌شناسه، یعنی چنین حرفی نمی‌زنه. دکتر سازگارا، CIA میتونه اسناد جلب کنه راجع به تاریخ؟ اونم نمیدونم چه لزومی داشت حالا بعد از 50 سال. شما که آمریکا رو بهتر میشناسید تو این و به چم و خم گوچه پس گوچه های سیاست آشنایی بیشتری دارید، خواهش می‌کنم توضیح به آقای خامنه ای و بقیه کسانی که این اسناد رو جعلی خواندن بدید تو بعد وارد بحث اصلی بشید. والا معمولا آقای میبودی وقتی که فرض کنید وزارت خارجه بریتانیا هر 35 سال به اصطلاح دیکلاسیفاید میکنه، از طبقه بندی خارج میکنه و اسنادش رو منتشر میکنه، یا دستگاه اطلاعاتی هر 40 سال 50 سال دیکلاسیفاید میکنن و اسناد رو از طبقه بندی دیگه خارج میکنن، در معرض افکار عمومی قرار میدن، دلیلی نداره سندی رو جعل کنن. ممکن است، ممکن است احیانا یک سندی رو به دلیلی که هنوز تبعاتش باقیه منتشر نکنن. مثلا بعد از 50 سال که CIA فرض کنید، معمولا در این دوره های تاریخی دستگاه اطلاعاتی کمی بیشتر از وزارت خارجه ها سندی رو منتشر میکنن و از طبقه بندی خارج میکنن، ممکنه گاهی یک سندی رو باز هم صلاح ندونن منتشر نکنن، بذارن مثلا 20 سال 30 سال بعدش منتشر کنن. مثلا فرض کنید مأمورش هنوز زنده است و ممکنه جونش در خطر بیفته و امثاله هم، ولی تا به حال سابقه نداشته سندی رو جعل کنن، برای اینکه ضرورتی هم نداره. و بعدم اینقدر دستگاه های دیگه در ممالک دموکراسی هستن که اون وقت گریبان اون دستگاه رو میگیرن اگر یه چنین کاری بکنه. زمین که عرض کردم ضرورتی هم نداره که بیان یه چیز تاریخی جعل کنن. این حرف آقای خامنه ای واقعا به نظر من بیشتر از این که بگم ناشی از جهل ایشونه، که البته ایشون آدم نادانی نسبت به دنیای امروز هست. من گاهی میگم نسبت آقای خامنه ای به دنیای امروز و تصوری که از دنیای امروز داره عقبتر از نسبت فتلی شاه با دنیای اون روز خودشه و تصوری که فتلی شاه قاجار از دنیای اون روز داشت، با توجه به خصوص به وسایل ارتباطی که امروزه هر خبر و هر چیزی رو به آنی در اختیار شما میذاره و یه جام جهان‌نمایی مثل گوگل هست که شما هر چیزی رو بخواین احضار میکنین، زیر و بالاش رو دریچه ورودی دست کم دارین وارد یک بررسی هر موضوعی بشید. آقای خامنه ای درست نادانه به نظر من نسبت به دنیا و یک توهم توطئه عجیب داره که اخیرا خود ایشون هم چون فهمیده در سخنرانی 14 خردادش بر سر قبر آقای خمینی همین امسال گفت اونایی که میگن توهم توطئه، تئوری توطئه هست و اینا، این خودش باز یه توطئه است. یعنی یه مارک دیگه هم روی این زد که کسی اگه به ایشون بگه آقا شما دنیا را استیگماتیزم داری و وارونه میبینی، معوج میبینی، فکر میکنی همه این تاریخ مثلا از رنسانس تا الان توطئه یک عده یهودی یا سرمایدار بوده یا سرمایدارای یهودی که اون پشت نشستن همه چی رو جابجا کردن، ایشون برای به جای اینکه این حرف رو نقد کنه یه مارک دیگه هم روش زد که اینم توهم توطئه است. ولی ضمن اینکه نادونی ایشون رو باید فاجعه بار خوند
و برای ایران و ایرانی. اما به نظرم در این خصوص که ایشون نامه ای رو که CIA در واقع سندی رو که 81 صفحه‌ای بی بی سی گفته که منتشر کرده CIA و مستند به اون آقای فتاحی داره مقاله می نویسه، این رو جعلی می خونه، به نظرم اینجا ایشون خواسته خودشو راحت کنه و به جای اینکه به اما و چراش بپردازه و چند و چون دوچار بشه و به هواداران خودش و هواداران آقای خمینی، شخصیت آقای خمینی در واقع از ترس اینکه مبادا بشکنه خودشو راحت کرده، گفته اصلا جعلی جعلیه که واقعا سابقه نداره. دوچه سازگارا، من سه بار با دکتر ابراهیم یزدی مصاحبه کردم به درخواست داماد آقای ابراهیم یزدی از تگزاس، سه بار با من تماس گرفتن در سه سفری که آقای یزدی به آمریکا داشت. بار اول خب مصاحبه جالبی بود، خوب بود، اطلاعاتی من گرفتم در باب همین انقلاب و از این قبیل. بار دوم مانوک خدابخشیان و آقای خانم پری عباس‌سلطی را دعوت کردم که در این گفتگو شرکت کنند، اونم اگه سوالهایی به نظرشون میرسه با ایشون در میان بگذارن. اونم گفتگو جالبی بود. اما رسید به مصاحبه سوم و این مصاحبه وسط کار شکست، یعنی ایشون ادامه نداد. و این زمانی بود که برای معالجه سرطان به آمریکا آمده بودن. من همش فکر کردم شاید به خاطر تاثیرات شیمی درمانی باشه. به هر حال سوال من البته دلیلش هم این بود که پرسیدم، یعنی اعتراض کردم به ایشون که شما بودید که نه قاضی بودید، نه حضور که از کنم حکمی در این زمینه داشتید، نه تخصصی. یک نفر رو در برابر چشم مردم، یک شخصیت مربوط به نظام گذشته رو در برابر دوربین های تلویزیونی مورد مؤاخذه قرار دادید، سوال جواب، و بعد هم گفته شد که البته اتفاقات دیگری هم پشت صحنه افتاده و شما تشویق کردید انقلابیون رو در خیابان که شبیه شما عمل بکنن، یعنی هر کس خودش رو حاکم بر سرنوشت رو جان و مال مردم بدونه، هر تصمیمی میخواد درباره اونها اتخاذ بکنه. و واقعا هم همین شد، یعنی یه موج جدیدی حرکت غیر قانونی در ایران شروع شد، ببینید در ریختن به خونه های مردم، انتقام جویی، تلافی جویی و از این. گفتم از شما بعید بود که این کارو بکنید، به عنوان شخصیت تحصیل کرده، کسی که در رشته شیمی درس خونده اومده به ایران، باید بره در قلمرو کار خودش. مصاحبه نیمه تمام بود متاسفانه. خب ایشون در آخرین اظهار نظری که کردن، بیانیه‌ای که دادن در این زمینه، گفتن من قبل از اینکه وزیر خارجه بشم ارتباطی با آمریکایی‌ها نداشتم. شما که ایشون را از نزدیک میشناختید تا چه حد برای این سخن اعتبار قائلید؟ میشه باور کرد از آقای یزدی؟ والا میشه باور کرد، برای اینکه من دست کم آقای دکتر یزدی رو در فعالیت‌های انجمن اسلامی دانشجویان و نهضت آزادی از سال 54 که آشنا شدم، مطابق تعریف اون روز آقای دکتر یزدی یک انقلابی حرفه‌ای بود که واقعا شب و روزش وقف انقلاب اسلامی بود، با وجود که استاد دانشگاه بیلورد بود و اونجا در رشته خودش هم فارماکولوژی و داروشناسی به خصوص یک تخصص سرطان هم داشت، کمتر فرصت کار علمی پیدا می‌کرد و شب و روز در خدمت انقلاب اسلامی بود و حسب معمول انقلابیون اون روزگار، از جمله خود بنده به عنوان یک دانشجوی انقلابی در امریکا، کمی چپگرا، مقداری ناسیونالیست و البته دنبال ایجاد انقلاب اسلامی و ضد امریکایی، آقای دکتر یزدی هم از این قاعده مستثنا نبود. یعنی دکتر یزدی که من دیدم به سیاق همه روشنفکران انقلابیان روزگاران همچین یک گرایش ضد امریکایی داشت و ضد سرمایه‌داری، بنابراین ایشون خیلی ارتباطی با دستگاه‌های دولتی امریکا نداشت اونجا که من میدونم. برعکس مثلا انتشارات نهضت آزادی ایران رو که شما نگاه بکنید که یکی دو تا از انتشاراتش به فارسی ترجمه کتاب‌هایش که در اون روزگاران علیه
CIA و عملیات مخفیش منتشر شده بود در امریکا، چون در دهه 70 این افتضاح بلند شد که CIA بدون نظر سازمان‌های آموزشی و دانشگاه‌ها در واقع از پاره استادای دانشگاه سوء استفاده کرده و به اونها پروژه‌هایی رو داده که نمی‌دونستن اون سرش CIA. نتیجه‌اش هم شد که البته در امریکا قوانینی مصوب شد که به موجب اون CIA ملزم شد که اولا بیرون از آمریکا فقط کار کنه و داخل امریکا اگر بخواهد با یک شهروند امریکایی صحبت بکنه حتما باید مطلعش بکنه که از طرف CIA است و او بداند. به هر حال کاملا محتمل است آقای دکتر یزدی یک متدی همیشون در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی داشت که عمدتا متکی به بررسی نوشته های روزنامه ها و مقالات ژورنالیستی بود، روشی که البته بعدها که من در سیاست شاید دست بیشتری پیدا کردم اصلا و در ژورنالیسم و در روزنامه نگاری اصلا نمیپسندم، یعنی الان اصلا این نقد رو دارم. به قول دوست عزیز من که خدا رحمتش بکنه، من از او خیلی یاد گرفتم، علیرضا فرهمند، روزنامه نگار با سابقه، او از دبیر سرویس خارجی کیهان بود زمان شاه. فرهمند یک سالی هم در نیویورک تایمز کار کرده بود از طرف روزنامه کیهان و هم دوره دیده بود هم اونجا کار کرده بود و فرهمند میگه من وقتی که تو نیویورک تایمز کار کردم و دیدم گاهی صفحه نیویورک تایمز هم چقدر آخرین لحظه و کشکی پر میشه مثل هر روزنامه دیگه‌ای در ایران یا هر جای دیگه دنیا، فهمیدم که اونایی که از روی نوشته‌های روزنامه‌ها و نوشته روزنامه نگاران میخوان تحلیل سیاسی بکنن و تحلیل‌های روزنامه نگاران چقدر در اشتباهن. البته عنوان یک منبع و یا اطلاعاتی که یک روزنامه نگار جمع میکنه منبع بدی نیست، ولی در تحلیل سیاسی به یکی از موضوعات خیلی مهم شناخت خود آدم و صحبت حضوری با مقامات کشورهای مختلفه. آقای میبودی اینجا اجازه بدید یک درد بزرگتری رو من بگم. ما ایرانی ها در عرصه سیاست یک جور خارجی ترسی داریم متاسفانه و باید بگم شاید ناشی از تحقیرهایی است که در قرن 19 به خصوص در دوره سلطنت قاجارها شد و بعد هم در دوره پهلوی ها. به هر حال شاهی رو در کشور با کودتا سر کار اومد، بعد همین خارجی ها رضا شاه رو که منشأ اون خدمات به کشور بود برداشتن بردن به حالت تسلیم، محمد رضا شاهی رو با کودتا آوردن و با یه انقلاب البته رفت ایشون و چقدر هم دخالت میکردن سفرهای خارجی در اون فرایندها، شاید ناشی از اینها هم باشه. ولی کلن ما ایرانی ها در فضای سیاسی ایران کمتر سیاست مداری رو شما سراغ دارید که راحت و روشن بشینه با یه خارجی، با یه دیپلمات، با یه نماینده مجلس، با یه سناتور، با یه مسئول سیاست خارجی، بله در اپوزیسیون باشه، حرف بزنه، بگه، بشنوه، یه شامی بخوره، یه نهاری بزنه، چون سیاست یک بخشش همین تبادل نظر هاست و تو ایران کافیست که مارکی بزنن به یک کسی و بگن که مثلا پریشب با سفیر فلان کشور شام خورده، این میشه سند ظاهرا وابستگی و بدون اینکه کسی بپرسه آقا بالاخره در اون صحبت چی گفته و چی شنیده. و به نظر من یکی از ابزارهای هر سیاست مداره اینی که با سیاست مداران کشورهای دیگه و صاحب نظرهای سیاسی، اندیشکده ها و غیره ارتباط داشته باشه، حرف بزنه و بشنوه. به نظرم آقای دکتر یزدی هم خاطراتشون رو که الان منتشر کردن تو جلد سومش، ایشون به 118 روز نفل شاتو اشاره کرده، اتفاقا منبع خیلی خوبی است برای اینکه ایشون به هر حال نزدیکترین مشاور آقای خمینی در دوره نفل شاتو بود و به نوشته ایشون به دستور آقای خمینی هم مأمور شد که با زیمرمن که از طرف وزارت خارجه آمریکا آمده بود 5 بار جمعاً ملاقات کرده در اون مهمونخونه کوچک نفل شاتو و این رو هم بی صدا و بدون سر و صدا فقط با آقای خمینی هم گزارش میداده و شرح این ملاقات ها رو هم ایشون نوشته در خاطراتش.
و آورده اونجا. ولی توی همین خاطرات به نظر من دیده میشه اینقدر آقای دکتر یزدی نگران این جفسازی هاییست که آی آمریکایی بودی یا آی نشستی با آمریکایی ها حرف زدی، لابد یه توطئه اون پشت بوده، چیز خورت کردن، نمیدونم این فضاهایی که تو ایران هست. خیلی دائما تو همین خاطرات این رو ایشون سعی کرده که شال سبز به اصطلاح دولش بپیچه و بندازه گردن آقای خمینی که او گفت برو ملاقات کن یا من اینجوری به. خب فکر نمی کنید که خب این خودش نوعی عدم صداقت باشه؟ وقتی آدم دائما سعی میکنه به شکل یه چیزهایی لاپوشانی کنه یا چیزهایی پنهان بکنه یا دلی اجعی رو به خاطر کارهایی که در گذشته انجام داده به دست بیاره اونا رو گمراه بکنه، نمیدونم. من بالاخره این کارها به آدم باید امین باشه. من این خاطرات رو خوندم، خب با توجه به اینکه به هر حال تو اون فضا هم بودم، نه از نقل قول ایشون احساس بی صداقتی نکردم. خیلی دقیق سعی کرده ایشون، چون آدم دقیقی هم هست دکتر یزدی، از همون جوونی هم که من ایشون رو دیدم آدمی است که از معدود ایرانی هایی است که یادداشت میکنه، سندها رو نگه میداره، کلاسیفاید میکنه و به هم دلیلم خاطراتش منبع زی قیمتی میتونه باشه. نه من از نوشته ایشون عدم صداقت احساس نکردم، به نظرم خیلی دقیق یادداشتایی رو که همون روز داشته واقعا نقل کرده ایشون. امیدوارم اینطور باشه. ولی این احساس رو شما میکنی ایشون یه جوری تو این جلد سوم خاطراتش یه جوری خیلی با احتیاط و خجالت زده مثل که داره اینو نقل میکنه، در حالی که آقای میبودی به نظر من، حالا راجع به این سند بی بی سی شما گفتین، اینی که آقای خمینی به عنوان یک لیدر سیاسی به هر حال ولو که پیشینه مذهبی ایشون داره، چه در 15 خرداد و چه در انقلاب اسلامی، به عنوان لیدر سیاسی وارد صحنه سیاست شد، اینی که ایشون با رئیس جمهور امریکا مکاتبه بکنه یا صحبت بکنه یا با نماینده آمریکا، از نظر من به عنوان یک سیاستمدار هیچ اشکالی هم نداره. درسته. اینی که چی گفته رو بعد نگاه کرد، که البته طبق سندی که بی بی سی منتشر کرده ایشون اون نامه‌ای که به آقای کندی نوشته یکی دوتا نکته بد توش هست، از جمله اینکه ما حافظ منافع امریکایی هستیم. این از یه سیاستمدار ملی جمله خوبی نیست، بی خود کرده، حافظ منافع که کشور خارجی هست چی باید باشه؟ یعنی جمله خوبی نیست به عنوان یک سیاستمدار. و ولی اون اشکالی که با آقای خمینی وارده، این از نظر من به عنوان یک سیاست پیشه هیچ اشکالی نداره ایشون به رئیس جمهور امریکا نامه بنویسه، جواب بگیره، یا به خصوص در مقطع انقلاب اسلامی که خب دیگه حالا داره میره که یه مملکت رو تصدی بکنه، طبیعی است که با آمریکا که مهمترین بزرگترین قدرت دنیاست و مهمترین پشتیبان شاه بوده صحبت کنه، بگه و بشنوه. یا مثلا نگران باشه ارتش یه وقت عمراش دست به کودتا نزنن، چون به نظر منم ایران رو تبدیل میکرد به یه سوریه فعلی اگر این اتفاق میافتاد. ولی اینا تا اینجاش اشکال نداره، اونجاییش به نظر من اشکال داره که آقای خمینی در خفا این نامه رو بنویسه. خب حالا در خفا هم سیاست مداره دیپلماسی مخفی همیشه هست، بعدها میتونه منتشر شه. ولی البته سیاست مداری خوبه که سعی کنه شفاف حرفاش رو به مردم همون موقع هم بزنه، ولی گاهی خب در دیپلماسی پیش میاد. اما اونجایی از کار ایشون اشکال داره که خود اکنه که به نظر من ریاکارانه در واقع علنی به آمریکا بد و بیراه میگه. تو همین نامه‌ای هم که بی بی سی نقل کرده گفته شما الفاظ تند من در علن رو زدی نکنید چون به آمریکا میپریدیشون، و بعد خصوصی بگه قربون شکل ماهت برم. و بدتر از اون اینکه آقای خمینی در واقع به عنوان یک لیدر سیاسی کسی است که دشمنی با آمریکا رو به عنوان یک کشور به صورت یک فریضه دینی وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. درست. این قبل از اون سابقه نداشت. ببینید در سیاست دوستی ها و دشمنی ها پایدار نیستن، اون چی که پایداره منافع ملیه، اون چی که پایدار یک سیاست مدار باید وفادار باشه منفعت ملت و کشوری است که به اون تعلق داره.
ولی آقای خمینی، بنابراین آمریکا میتونست مثل هر کشور دیگه باهاش میشد دعوا کرد، آشتی کرد، بسته به منافع ملی ما. ولی آقای خمینی برداشت این دو تبدیل کرد به شیطان بزرگ و ادبیات مذهبی و اصلا گویی یک فریضه دینی و تخمی رو کاشت که بعد 37 سال هنوز هم امثال آقای خامنه‌ای که حالا هی به این تخم آبم میدن، به این درخت آبم میدن، ولی در واقع بخشش هم هیچ کدوم جرئت نمی‌کنن بیان وایسن بگن آقا اصلا به دین چه رفتی داره؟ آمریکا یه کشور مثل همه کشورها میشه باهاش رابطه داشت، میشه باهاش رابطه هم نداشت. هر وقت منفعت ملیمون اقتضا کرد باهاش دوستی میکنیم و منافعمون رو پیش میبریم، اگرم مشکلی داشتیم اختلاف پیدا میکنیم. تشکر میکنم دو سازگار متاسفانه یه دقیقه و 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. ولی یه موضوع من هنوز متوجه نشدم، فرمودید که خب مثلا آقای یزدی، خود شما یا بقیه از به اصطلاح انقلابیون مسلمانی که در آمریکا بودن و در اینجا درس میخوندن، اینا موضع ضد آمریکایی داشتن، هیچ کدوم با آمریکا نبود. موندم که چرا آمریکا رو انتخاب میکردید؟ شما از آمریکا بدتون میومد، چرا با آمریکا میومدید؟ من از کره شمالی بدم میاد، ولی هرگز حاضر نیستم به کره شمالی برم. واقعا البته این انتقادو میشد کرد که آقا شما اینقدر از آمریکا خوشت نمیاد، خب پشت برو یه کشور دیگه. البته باید گفت که آمریکا بهترین دانشگاه‌های دنیا رو داشت. دست کم برای من این حالت بود، اومده بودم موزه علمی این بود که عضو یه گروه تحقیق فیزیک در دانشگاه آی‌آی‌تی بودم و امکانات تحقیقاتی در آمریکا و مطالعاتی بود که در هیچ دانشگاه دیگه دنیا نیست. آمریکا دانشگاه‌هاش با فاصله بهترین امکانات داره. ولی به نظر من ماها در واقع خام اندیشانه آی میبودی تحت تاثیر چپ اون روز دنیا بودیم. البته در آمریکا هم اون دهه 70 یادتون باشه فضای جنگ ویتنام، پاره ملت آمریکا دو پاره شده بود و پاره بزرگی از ملت آمریکا به خصوص جوونا و روشن فکر هم خلاف سیاست مدارای آمریکا بودن و این جداسازی که هنوز هم جمهوری اسلامی میکنه بین ملت و دولت آمریکا، میگه ما با ملت آمریکا مشکل نداریم ولی با دولت آمریکا مشکل داریم، غافل از این که آمریکا کشور دموکراتیکی است و دولتش نماینده و انتخاب مردم آمریکاست. تشکر میکنم، درست کردید. گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر محسن سازگارا، سپاسگزار. آقای خسروی خیلی لطف کردید، برنامه رو به خوبی هدایت کردید. تا دیدار دیگر.